سلام و درود به شما دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش اومدید. درس امروزمون آمادگی برای امتحان آتسوای هست، قسمت لزن، متن قسمت بخش دوم لزن هستش. بخش اول لزن رو براتون قبلا گذاشتم، لینکش رو بالا براتون میذارم، میتونید اگر ندیدید لزن تل انگس رو هم ببینید. سوالات هوغن همین امتحان رو هم همش رو گذاشتم، امتحان هوغن هم براتون لینکش رو میذارم، میتونید ببینید. دوستان پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو کسانی که آتسوای هستن و یا به انش و حتی به تسوای هستن ببینید، برای اینکه کلماتی که درش استفاده شده گاهن بچههایی که در سطح به انش و بالاتر هستن بعضی از این کلمات رو نمیدونن و باهاش آشنا نیستن. من یک دور سوالات رو باهاتون میخونم و هیچی نمیگم تا شما خودتون جواب رو حدس بزنید، بعد براتون توضیح میدم، یعنی دونه بدونه کلمه به کلمه توضیح میدم که معنیش چیه و چرا جواب این شده. خب لزن تال تفای، در ضمن یادم رفت بگم که این فایل رو در کانال تلگرام میگذارم و لینکش رو هم براتون در توضیحات ویدیو میذارم، هم فایل PDF امتحان رو هم فایل هوغنش رو که بتونید ببینید، یعنی لینکش رو در توضیحات این ویدیو میذارم و میتونید مستقیم وارد کانال تلگرام بشید و فایلش رو بردارید تا کل امتحان رو داشته باشید. خب عزیزم بریم سراغ سوالات. لزن زی دی فیه تکسته فیه بیس زیبن میت یه ویلز درای آوساگن A, B und C. Kreuzen Sie jeweils die richtige Aussagen an. خب میگه که سوال 4 تا 7 رو بخونید و جواب درست رو بزنید. حالا سوال 4 رو با هم بخونیم. یه مقدارم بزرگتر بکنم که بهتر ببینید. سوال 4. اوکی. Schnell Kurs für Hobbygärtner. Sie möchten ihren Balkon oder Garten besser nützen und frische Zutaten für ihre Küche pflanzen. Lernen Sie mehr über Gemüse, Pflanzen und Kräuter und nehmen Sie als Geschenk ein Kräuterkochbuch mit nach Hause. Samstag, 28. April, 10 bis 16 Uhr. Nur mit Anmeldung. Kontakt Herr Grube 03 456789 2. A. Dieser Kurs ist ein Kochkurs. B. Man muss sich für diesen Kurs nicht vorher anmelden. C. Sie bekommen bei diesem Kurs ein Kochbuch geschenkt. خب من یه چند ثانیه سکوت میکنم تا شما جوابو پیدا بکنید. امیدوارم جواب درست رو پیدا کرده باشین. جواب درستمون Sie bekommen bei diesem Kurs ein Kochbuch geschenkt. چرا؟ ببینید میگه Schnell Kurs für Hobbygärtner. Schnell Kurs یعنی یه کلاس سریه، کلاسی که طولانی مدت نیست، سریه برای Hobbygärtner. Garten یعنی باغ، Gärtner یعنی باغبان، Hobbygärtner یعنی کسایی که به صورت هوبی باغبونی میکنن، یعنی مورد علاقه شونه، کارشون نیست بلکه هوبیشون هست، سرگرمیشونه. Sie möchten ihren Balkon oder Garten besser nutzen. شما میخواید بالکنتون و یا گارتنتون و باغتون رو besser nutzen، بهتر استفاده بکنید. Und frische Zutaten für ihre Küche pflanzen. و Zutaten یعنی مواد اولیه. Frische Zutaten یعنی مواد تازه. Für ihre Küche برای آشپزخونتون پلانسن بکارید. Lernen Sie mehr über Gemüsepflanzen und Kräuter. یعنی یاد بگیرید بیشتر درباره Gemüsepflanzen und Kräuter. گیاهان و کرویته به سبزیجات میگن معمولا. Und nehmen Sie als Geschenk ein Kräuterkochbuch mit nach Hause. و یک هدیه با خودتون ببرید خونه. این هدیه چیه؟ Als Geschenk ein Kräuterkochbuch. کتاب آشپزی با درباره کرویته هستش. خب
کلاس هم زامستگ 28 اپریل 10 بیس 16 اوه نور میت املدونگ، یعنی فقط با ثبت نام، یعنی بدون ثبت نام نمیتونید تو کلاس بیاین. کنتاکت هر گروبه، شماره تماس هم داده. سو قسمت آن چی میگه؟ میگه دیز کورس ایس ان کوخ کورس. خب این اشتباهه چون این کلاس آشپزی نیست. شنل کورس فور هوبی گردنه، در مورد گارتن هست، در مورد فلانسن، در مورد کاشتن گیاهان هستش. به میگه من موستش فور دیزن کورس نیشت فوه انملدن، یعنی ما نباید خودمون رو برای این کلاس ثبت نام کنیم، انملده کنیم. من موستش فور دیزن کورس نیشت فوه انملدن، در حالی که ما بالا خوندیم نو امید انملدون، یعنی امکان این کلاس فقط با ثبت نامه. پس قسمت به هم هست میشه و میمونه فقط قسمت سه. زی بکومن بای دیزم کورس ان کوخ بوخ گشنگت. ببینید این بالا هم گفته بود که نمن زی از گشنگ ان کرویت کوخ بوخ میت نخ هاوزه، یعنی یه گشنگی با خودتون میبرید خونه. کوخبوخ هستش. تو قسمت سه هم گفته ببینید کوخبوخ یعنی کتاب آشپزی. حالا فرق نمیکنه کتاب آشپزی کوغویت کوخبوخ هم کتاب آشپزی هست دیگه. پس جواب میشه سه. حالا بریم سراغ سوال پنج. ببینیم سوال پنج چی میگه. Geben Sie der Grippe keine Chance. In der kalten Jahreszeit sind viele Menschen von Grippe und Erkältung betroffen. Schützen Sie sich und Ihre Familie. Trinken Sie mindestens 1,5 Liter Tee oder Wasser pro Tag. Achten Sie auf regelmäßiges Händewaschen mit Seife und essen Sie viel Obst und Gemüse. A. Man soll im Winter kein Obst und Gemüse kaufen. B. Bei Erkältungen soll man keinen Alkohol trinken. C. Bei Erkältungen soll man viel Tee oder Wasser trinken. خب باز دوباره من چند ثانیه صبر میکنم تا شما جواب درست رو پیدا کنیم. خب جوابمون بای ارکلتونگن زولمن فیل تی اودا وسا ترینکن هستش. خب چرا؟ سوال دوباره با هم بخونیم. گیبن زی دی گریپه کاینه شانس، یعنی به بیماری گریپه شانس ندید. یعنی اینکه گریپه بیماری هستش که در ایران ما بهش میگیم آنفولانزا. البته یه مقدار آنفولانزایی که تو ایران هست با گریپه که در آلمان یا اتریش و در اروپا هستش فرق میکنه. گریپه یه مقدار سختتر از آنفولانزا ما هستش، ولی خب به هر حال بیماری هستش که یک درجه خیلی سختتر از سرماخوردگی خودمونه، همراه با تب و احتمال مرگ هم در افرادی که سنشون بالا هستش یا مریض هستن وجود داره. گیم زید گریپ کاین شانس این دی کالتن یارزایت زیند فیل منشن فون گریپ اون ارکلتونگن بتروفن، یعنی میگه تو سال فصل سرد خیلی از آدما با سرماخوردگی و گریپه بتروفن هستن، یعنی مواجه میشن. بتروفن یعنی مواجه شدن. شوتن زیزیش اونت ایغ فامیلیه، از خودتون و خانوادتون محافظت کنید. ترینکن زی میندستنس اینون هلب لیت تی اودا واسا پرو تاگ، در روز حداقل 1.5 لیتر چای یا آب بخورید. اختن زی آف رگل مسیگس هنده وشن مید زیفه، توجه کنید به شستن مرتب دست ها با صابون. اوند اسن زی فیل اوبست اوند گموزه، و میوه و سبزیجات زیاد بخورید. خب کلمات مهم رگل مسیگ، مرتب، هنده وشن، دست شستن، زیفه، صابون. دیگه خدمتتون بگم شوتسن زی زیش. شوتسن زی زیش یعنی زی شوتسن یعنی مراقبت کردن از خود. بتروفن و میندستنس
کلماتی که شاید برای کسایی که عاطفه هستن جدید باشه. خب قسمت آ گفته منظور این وینتر کان اوبستون گموزه کافن. آدم باید تو زمستون میوه و سبزیجات نخره. کان منفی میکنه جمله رو دیگه. کان اوبستون گموزه کافن یعنی نخره. بای ارکلتونگن زولمن کانن الکوهول ترینکن. یعنی وقتی سرما میخوریم بهتر باید الکل نخوریم. خب ممکنه این جمله به نظر درست بیاد ولی در متن چیزی راجع به الکل نگفته بود و ما باید توی امتحان توجهمون به این باشه که جواب رو با توجه به متن بدیم نه با توجه به اطلاعات خودمون. شاید خب من بگم بله این درسته الکل نباید بخوریم وقتی که سرما خورده هستیم ولی تو متن نیومده. بر همین قسمت سه درست هست. میگه بای ارکلتونگن زولمان فیلتی اورا واسا ترنکن. یعنی وقتی سرما میخوری باید آب و چای زیاد بنوشی. اینجا هم میبینیم که ترنکن زی میندسنس این اون هلب لیتر تی اورا واسا پرو تاگ. اشاره کرده به چای و آب. خب اینم سوال پنجمون بود. بریم سوال بعدی و سراغ سوال 6. ترانسپورت فیما زوخت بلاست باقی میت آبایده فور او بزید لونگن اوند رایمونگن آربایت سایت 30 بیس 40 شتوندن پرو وخه فلکسیبل آخ ان وخنندن فور شاند سه فونده فورتال کرپلیشه فیتنس وراوستسونگ. خب قسمت آ میگه یمان زوخت آبت از الکاوه فاره. ب اینه فیما زوخت الکاوه فاره. ز اینه فیما زوخت فلکسیبله کرفتیگه میت آبته. حالا من دوباره چند ثانیه صبر میکنم. خب پاسخمون قسمت سه هست. این فیلم ها زوخت فلکسیبل کرفتیگه میت آبایته. چرا؟ برای اینکه سوالمون میگه ترانسپورت فیلم ها یعنی شرکت حمل و نقل، شرکتی که جابجا میکنه وسایل رو، زوخت بلاست باقی میت آبایته. زوخت یعنی میگرده دنبال میت آبایته یعنی همکاره. بلاست با صفتشه. بلاست با یعنی کسی که تحمل قدرت تحملش بالا باشه. فور اوبزید لونگن اون روی مونگن برای اساس کشی و روی مونگن یعنی مرتب کردن جا به جایی. اربعت ساعت درسیک بیس فیتسیک شتوندن پرو وخه. اربعت ساعت یعنی زمان کاری 30 ساعت و 40 ساعت در هفته هستش. فلکسیبل آخ ان وخنندن یعنی همچنین به صورت فلکسیبل به صورت هر از گاهی پایان هفته هم ممکنه کار باشه. فورشن سه فون فارتایل. فورشن یعنی گواهی نامه. فورشن سه گواهی نامه سی گواهی نامه ماشین های سنگین رو میگن الکاوه. فون فارتایل یعنی باعث مزیته. اگر داشته باشید خوبه ولی حتما نباید داشته باشید. میگه فون فارتایل کوپلیشه فیتنس فوراوستسونگ یعنی بسیار بدنی سلامت بدنی و این جزء فوراوستسونگ هست یعنی جزء پیش نیاز هست یعنی اینو باید حتما داشته باشین. خب توجه کنید به این کلمات در قسمت به انس در امتحانات به انس که امتحان سخت داره بیشتر این کلمات به دردتون میخوره. فوراوستسونگ یعنی فوراوستسونگ یعنی حتما باید طرف این رو داشته باشه. حتما باید از نظر بدنی کرپالیش فیت باشه. گزون باشه. یه من زود عبد از الکاوه فاقه. یعنی یه نفر دنبال کار میگرده به عنوان راننده ماشین الکاوه. ماشین های سنگین. خب این درست نیست. به اینفه ما زود الکاوه فاقه. ببینید میتونه در نگاه اول درست باشه. اما این شرکت دنبال فقط الکاوه فاقه نیست. این شرکت دنبال میت آبایته هست. دنبال کارگرانی هستش که کار بکنه. و اگر طرف راننده باشه الکاوه باشه خوبه. ولی این شرکت فقط دنبال الکاوه فاقه نمیگرده.
Eine Firma sucht flexible kräftige Mitarbeiter. یه شرکت دنبال همکارایی هستش که کرفتیک باشن، یعنی پرقدرت باشن، فلکسیبل باشن، یعنی انعطاف پذیر باشن. خب جوابمون سه درسته. خب اگر درست نزدید اشکال نداره، امیدتون رو از دست ندین، برای اینکه در امتحانات معمولا کلمات زیادی وجود داره، ولی این امتحانات رو با من کار بکنید، من براتون لینکاش هم میذارم. اگر 3-4 تا امتحان رو خوب کار بکنید، به امید خدا امتحان رو قبول میشید. خب قسمت زیبن وندشونه ولفگانگسی هله فرایوانونگن 30 بیس 50 کوادرات میده میت کوشه بالکون اوند هلشن بلیک آف دن ولفگانگسی تاگه اودر وخنویزه سو فرمیتن فراو Brügge 045678923. A. Frau Brügge sucht eine Wohnung. B. Frau Brügge bietet Apartments für den Urlaub an. C. Frau Brügge verkauft ihre Wohnung. خب جوابمون چی شد؟ جوابمون قسمت ب هست. فرا بروگه بیتت اپارتمنت فور دن اولاب ان، یعنی آپارتمان عرضه میکنه برای مسافرت، برای مسافرت شما. خب عزیزم ببینید بیتت ان، فرا بروگه بیتت با این انی که آخر اومده، انبیتن فعل جدا شدنی هستش، یعنی عرضه کردن. خب بخونیم سوالا. ووندشونه ولفگانگز زه، یعنی در دریاچه زیبای ولفگانگ. هله فرای وونونگن هله شولیگونگ فرین وونونگن. قبلش هم اینو اشتباه خوندم، واسه میخوام. هله فرین وونونگن 30 بیس 50 کوادرات میتر، یعنی آپارتمان های برای تعطیلات 30 تا 50 متر مربع. میت کوشه بالکن اوند هلیشن بلیک اوف دن ولفگانگ سه. این آپارتمان ها همراه با کوشه، آشپزخونه، بالکن و یک ویو خیلی قشنگ هلیشن بلیک اوف دن ولفگانگ سه، یعنی ویوش به سمت دریاچه ولفگانگ. تاگ اودا وخن وایز تو فمیتن، یعنی به صورت روزانه یا هفتگی برای اجاره دادن. فرابروگه شمارش هم گذاشته برامون. پس ببینید این یه تبلیغی هست که خانم بروگه یک سری آپارتمان ها رو داره تبلیغ میکنه. ایشون میخواد به ما آپارتمان ها رو اجاره بده. پس قسمت آگه میگه فراو بروگ زوخت انه وونونگ غلطه. ایشون خودش داره وونونگ ها رو انبیتن، یعنی داره خودش عرضه میکنه، دنبال خونه نیست. قسمت سه هم که میگه فراو بروگ فرکافت ایر وونونگ، این هم غلطه. ایشون نمیخواد فرکافن کنه، نمیخواد بفروشه. فرکافن یعنی فروختن. ایشون میخواد فمیتن، میخواد اجاره بده اتاق ها رو، آپارتمان ها رو برای مسافرت. خب عزیزان این قسمت لیزن تایل سوای بود. در درس بعدی همراه من باشید تو کانال که قسمت لیزن تایل درای رو هم با هم کار میکنیم. یادتون نره با پیام های قشنگتون به هم انرژی بدید تا به کار ادامه بدم، و اگر سوالی دارید در زمینه زبان آلمانی لطفاً توی کانال یوتیوب برام کامنت بذارید. خیلی دوستان در فیسبوک و یا تلگرام به هم کامنت میدن، حجم پیام های خیلی بالاست و من گاهی اوقات نمیبینم و زیاد وقت نمی کنم سراغ فیسبوک یا تلگرام برم. ولی در کانال یوتیوب معمولا آنلاین هستم و سعی میکنم ظرف چند ساعت سوالاتتون رو پاسخ بدم. موفق باشید و خدا نگهدار.